قطعاً که ما این نرخ مشارکت بالا رو شاهد نخواهیم بود، اما اون چه که در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز به دلایل فقدان کاندیداهای مطرح و شاخص سیاسی باعث نرخ کاهش نرخ مشارکت می شود احتمالاً رو انگیزه های منطقه‌ای یا مذهبی یا انقلابی در شهرهای دیگه جبران میکنه و یه میانگینی رو بالا میاره. تفاوتی بین اصولگرایان مجلس کنونی هست و مجلس اصولگرایان مجلس بعدی. اصولگرایان مجلس کنونی با دولت راه اومدن و نزدیک به دولت بودن و به بخش میانه، اما پیشبینی میشه اصولگرایان رادیکال تر در مجلس بعدی بر کرسی بنشینند. قطعا این جزو عوامل کاهش دهنده مشارکت در انتخابات هست. در آبان 98 خب اتفاقات تلخی افتاد، هم به لحاظ نوع اطلاع رسانی، هم غافلگیری و هم به دلایل، حالا ما آماری که نداریم، آمار قربانیانی که داشت. در قضیه هواپیما هم نوعی بی‌اعتمادی، 72 ساعت پنهانکاری، خب اینا ضربه زد. اینها عوامل کاهش دهندن، ولی در مقابل اینم در نظر داشته باشید که ما با عوامل افزایش دهنده و انگیزه بخش هم روبرو هستیم. یکیش ترور سردار سلیمانیه. بیشتر از اینکه نگاهمون به مجلس ایران باشه، باید ببینیم که چه اتفاقی در آبان 99 خواهد افتاد و آقای ترامپ دوباره بر سر کار خواهد موند یا نه. از این نظر هم مجلس ایران نمیتواند کار خاصی انجام بده و اساساً این اختیار رو هم نداره. اما خب صداهایی از مجلس شنیده میشه و مشخصاً صدای منتقدین هر گونه مذاکره با آمریکا، فریاد و پرخاش بر سر ظریف قطعاً از این مجلس بلندتر خواهد بود. مجلس باید همه صداها رو بازتاب بده. اگر این اتفاق بیفته، همه منازعات و مشاجرات و مناقشات در درون پارلمان رخ میده، دیگه نیازی به خیابان نیست. یعنی این نگرانی وجود داره که اگر مجلس به معنای واقعی همه صداها رو بازتاب نده، اتفاقاتی در خیابان بیفته. ناگزیر ما شاهد حوادثی خواهیم بود که همیشه هم تلخه.